دستور عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر برای حذف آیات قرآن و احادیث از کتابهای درسی با محکومیت شدید فعالان و سیاستمداران مصری مواجه شده است رضا حجازی معاون وزیر آموزش و پرورش مصر اعلام کرد که حسیسی به بهانه نشر افکار افراطی به این وزارتخانه دستور داده که آیات قرآنی و احادیث نبوی از دو درس زبان عربی و تاریخ حذف و به درس دینی محدود شود از سوی دیگر فریدی البیازی عضو کمیسیون دفاع و امنیت ملی مصر نیز قرار دادن متون دینی در مواد درسی زبان عربی تاریخ و جغرافیا را تهدید بزرگی خواند که به زعم وی به معلمان غیر متحد این فرصت را می دهد تا تفسیر افرادگرایانه و مخربی از آن متون ارائه داده و افکار افراطی را دهند. فعالان معتقدند که سیسی با تصمیم به حذف آیات قرآنی و پیش از آن تصمیم به تخریب مساجد محدود کردن نقش الازهر و اعلام حمایت از فرانسه علا حمله مکرون به ارزش های اسلامی به دنبال از بین بردن هویت اسلامی مردم مصر و احتمالا سکولاریزه نمودن این کشور است. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. فعالان کشور مصر ضمن انتقاد از برنامه قران‌زدایی رئیس جمهورشان تاکید کردند که سیسی سی با این تصمیم قصد ندارد همانطور که ادعا کند گفتمان دینی را تجدید و نوسازی کند بلکه میخواهد کل دین را از جامعه حذف کند و مردم باید علیه تصمیماتی که به ساختار و هویت اسلامی مصر آسیب میرساند اعتراض کنند سیسی سی پس از اینکه ارزیابی و نمردهی به دانش آموزان در درس دینی را حذف کرده این درس را به هاشیه برده زیرا این اقدام منجر به عدم مطالعه یا توجه به آن می شود به گفته این فعالان این تصمیم نسل را به بار خواهد آورد که از دین چیزی نمی دانند و این نیز ضربه مهلکی به زبان عربی نیز وارد می کند زیرا قرآن کریم معتبرترین منبع دستور زبان بلاغت و ادبیات عرب است از طرفی معاون وزیر آموزش و پرورش مصر موافقت خود را با پیشنهاد فریدی البیازی نماینده پارلمان این کشور در خصوص تدریس ارزش های مشترک میان ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت و اصول تسامح و همزیستی مسالمت آمیز در دوره های مختلف تحصیلی را اعلام کرد. به گفته فعالان سیاسی عبدالفتاح السیسی با سلاح دفاع از اسلام با اسلام گرایان مثلی می جنگت. وی پس از کودتا و زمانی که نامزد انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری در این کشور شده بود در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود مواضع دینی دست و پای مصر را میبندد و مانع از پیشرفت آن می شود. سیسی همچنین گفت من بر این باور هستم که مواضع دینی در جهان اسلام باعث شده تا اسلام انسانیت خود را از دست بدهد و این امر ایجاب می کند که ما و تمامی مسئولان در مواضع خود بازنگری کنیم چرا که ما در مقابل خدا باید پاسخگو باشیم عبدالفتاح سیسی اخیرا نیز با الازهر و خصوصا رئیس آن احمد طیب به مانند محمد بن سلمان با شورای مفتیان وهابی روابط تیره ای دارد کارشناسان این را نیز در راستای سکولاریزه نمودن مصر عنوان کردند آنها میگویند حتی ممکن است هر دو کشور به یک سو حرکت کنند زیرا طرحهای جدید محمد بن سلمان بیشباهت به اقدامات سیسی نیست